سلام دکتر صبای عزیز، انشالله با فامیل عزیزتان صحت باشین. بس امروزی ما در مورد قلب است. قسم که میفهمین یک عضو حیاتی است قلب یا عضو عضلی مجوف است، یعنی جوفدار است. وقتی مجوف میگم معنای چیست که از جوفها ساخته شده. میبینین شما از چهار جوف ساخته شده قلب. از خاطر زو در تعریف شما ما میگیم که عبارت است یک عضو عضلی مجوف است، یک دو سه چهار، از چهار جوف ساخته شده که در هر دقیقه نورمال آوتپوتش یعنی تقلصش 70 مرتبه در فی دقیقه است و شما میفهمین که در هر دقیقه 100 سی سی خون پمپ میکنه. اگر ما در نظر بگیریم در هر تقلص خود 100 سی سی خون پمپ میکنه، اگر ما در یک دقیقه محاسبه کنیم در حقیقت 7 لیتر خون قادر به پمپ کردنش میباشد. عضو حیاتی مهم ما به شمار میره و دکتر صبای عزیز، اولین گپ ما در مورد قلبی است که من میخوایم در مورد لوکیشنش صحبت کنم، در مورد موقعیت قلب. این که شما دیدین بعض اوقات کسایی هستند که قسمت لفت خود محکم میگیرن، یا این که قبل از این شما مطالعه کرده باشین فکر میکردین قلبتان اتو به طرف چپ قرار داره، دی ساحه نه. بیشتر من بر شما میدیاستینوم ها را تشریح کردم، گفتم قلب در میدل میدیاستینوم است، یعنی درست در وسط ما قرار داره. دوی برسیش به طرف چپ و یک برسیش به طرف راست می باشه. بیاین اگه من در حقیقت این نقشه از این ساحه را یک ترسیم کنم در اینجا، این اگه شما ببینین اینی را ما در نظر بگیریم، بگویم که ای یک استخوان استرنوم باشه. این ای یک استخوان استرنوم. اینجا یک دانه استخوان کلاویکال، اینا و این طرف هم دیگه استخوان کلاویکال. مثل زی این یک دانه کلاویکال ما، این دیگه کلاویکال. اگه استرنوم در نظر بگیرین شما میبینید که زلها 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 قرار داره. چند دانه زل ما با استخوان استرنوم چسبیده؟ مطمئن هستم فهمیدین 7 دانه، چون ترو ریپس هستن و دو تای دیگهش زل 8 9 10 فالز بود و به می ترتیب 11 و 12 باز شناور بود. پس 7 دانه زل با استرنوم چسبیده. ما میخوایم اینو میره ترسیم کنم اینطور، بگویم که اینی اگر باشه زل 1، اینی باشه زل 2، اینی باشه زل 3، اینی هم باشه زل 4م، یا هم باشه زل 5م، یا هم باشه زل 6م و یا هم باشه زل 7م. این 7 دانه زل با استرنوم. بیا اینی طرف هم ما همونطور ترسیم کنیم، بگویم که اینی باشه زل 1، زل 2، زل 3م، زل 4م، زل 5م، زل 6م و زل 7م. این 7 دانه زل همراه با استخوان استرنوم چسبیده. بین موقعیت قلب اگر ما بخوایم اینجا پیدا کنیم، اینطور یک آلت داره، سعی کنین دکتر صیبا، برای دریافت موقعیت لوکیشن قلب در داخل صدر ما 4 پوینت یا 4 پوینت به کار داریم. پوینت اول ما اینجا نشته میکنم، پوینت 1 یعنی نقطه اول ما، میگم مسافه بین الزلی دوم طرف راست، مسافه بین الزلی دوم طرف رایت یا راست در حقیقت 1.5 سانتی متر دورتر از کناره استخوان استرنوم. چی معنا داشت؟ سعی کنین یعنی اینطور، یک انسان استاد است، ما اگر در نظر بگیریم مسافه بین الزلی دوم، یعنی مسافه بین الزلی اول باشه مسافه بین الزلی دوم، از کناره استخوان استرنوم 1.5 سانتی. چطور محاسبه کنیم 1.5 سانتی را؟ در حقیقت یک انگشت ما 1.3 الی 1.5 سانتی متر عرض داره. اگر انگشت خود شما اینجا بگذارین یک نقطه اینجا بانین، اونمو 1.5 سانتی میشه، مثل که من اینجا میکنم. این مسافه بین الزلی اول مسافه بین الزلی دوم، انگشت خود بانیم، این یک انگشت یادداشت کردیم، نامزی از پوینت 1، گفتم مسافه بین الزلی دوم طرف راست. پوینت 2 فکر کنین، پوینت دوم، مسافه بین الزلی دوم بازم به طرف لفت، ولی بازم 1.5 سانتی متر دورتر از کناره استخوان استرنوم. این مسافه بین الزلی اول باز مسافه بین الزلی دوم، اگر شما انگشتان اینجا بگذارین بازم 1.5 سانتی متر. اینا من اینجا را یادداشت میکنم. نقطه سوم نشته میکنم، پوینت 3، بازم میگم مسافه بین الزلی پنجم، این مسافه بین الزلی پنجم طرف رایت، ای بارم 1.5 سانتی متر،
یک دو سه چهار پنج این مسافه بین نزولی پنجم باز هم انگشت خود اگر بگذاریم 1.5 سانتی متر به طرف از کناره استخوان استرنوم به طرف رایت یعنی یک نقطه ما بود اگر ما در نظر بگیریم انگشت خود بگذاریم این اینجا پوینت 3 مایی و به می ترتیب پوینت 4 اگر ما در نظر بگیریم یعنی نقطه چهارم ما این دفعه باز میگم مسافه بین نزولی پنجم طرف چپ لفت این دفعه 8 سانتی متر دورتر از کناری استخوان استرنوم سکنین من حساب کنم مسافه بین نزولی 1, 2, 3, 4, 5 از اینجا تا اینجا 8 سانتی متر اگر محاسبه کنیم در حقیقت اینجا 8 سانتی متریش میرسه اگر ما نقطه 1 با 2 وصل کنم ایتور سکنین قاعده قلبه برم همیته اگر من نقطه 2 را با نقطه 3 وصل کنم در حقیقت سکنین یک کناری راست قلبه داد اگر این نقطه را با ای وصل کنم در حقیقت قاعده قلبه داد و به می ترتیب نقطه دوم و چهارم اگر با همدیگر وصل کنم فکر کنید کناری چپ قلبه داد پس دیدین قلب در کجا قرار داره اینجا مگر ما ترسیمش کنیم شما ببینین دوی بر سهش این دوی بر سه سش به طرف لفت قرار داره و بالاخره یک بر سه همه سش به طرف رایت قرار داره دوی بر سه به طرف لفت و یک بر سه به طرف رایت درست در کجا؟ در قسمت وسط در میدل میدیاستاینوم نه این که در انتریر میدیاستاینوم بگویم فقط در میدل میدیاستاینوم قرار داره دوی بر سه به طرف چپ یک بر سه به طرف راست دیگه تعریف میتونیم بگیم قلب عبارت از یک عضو عضلی مجوف است که موقعیتش در میدل میدیاستاینوم است در بالای دیافراگم در پشت سر انتریر میدیاستاینوم در پایین خط فرزی در پیش روی پاستریر میدیاستاینوم هر رقمی که شما بگوین یعنی هدف مازی است که قلب در اینجا قرار داره این که شما اگر مریض را بخواین مساج قلبی بتین دستان اینجا بگذارین فشار بتین بجز از اینکه این کوستاها از لاها را بشکنانین دیگه هیچ فایده ای بر مریض نمیرسانین ولی اگر شما درست در وقت مساج دادن بفهمین که قلب ما در میدل میدیاستاینوم است یعنی اینجا 5 سانتی متر از این مسافه داره و از طرف دیگه 2 بر 3 به طرف چپ یک بر 3 به طرف راست است درست میتونین دستان بالایش بگذارین دستگر بالایش بگذارین در زمین سخت مریض هموار بگذارین و فشار بتین چقدر حتی ما حق داریم 5 سانتی اینجا فشار بتیم که با قلب تچ کنیم و سبب تقلصات قلبی شود پس موقعیت قلب ما از لحاظ ای که با پوینت ها روی صدر ما قرارش بتیم به این ترتیب ای را یاد داشته باشین که ما بخیر در مورد نقاط اسخایی قلب یعنی گذاشتن استاتسکوپ وقت صحبت کردیم ما این چیز را ترسیم میکنیم مسئله بعدی قبل از شروع درس قلبی باز هم شما یک چیز را در نظر داشته باشین سکرین دکتر سایبای عزیز قلب ما اینطور یک وظیفه انجام میده شما یک اصطلاح شنیده بودین به نام دوران کبیر دوران صغیر greater circulation و laser circulation یا یکی یک نام دیگه هم داشت به نام nutrition circulation و functional circulation greater و laser circulation یا ای که functional و nutrition circulation ای را میگه سکنه این قلب ما وظیفهش به این ترتیب است اگر من ای را بگیرم دوباره پس بر جایش قرار بتم احتو قرار بگیره شما ببینین قلب ما اولین بار از بطن چپ میبینین نامزی بطن است و این طرف اوزین دهلیز قرار داشت یا بطن راست بود اینجا دهلیز راست قرار داشت از بطن راست یا بطین راست بطین چپ ببخشین از بطن چپ یا بطین چپ یک دانه سوراخ به طرف رایت ساید من هم میخواهیم در مورد زی سوراخ بگویم سعی کنین شما اگر کم ذره کامره ما زوم شوه این سوراخ نمیگم ایران نه شما ببینید به طرف اینی سپتومش یعنی به طرف رایت یک سوراخ دیگه است اینجا ای ساهش یک سوراخ دیگه است که بینی باز شده نامزی است اورتا نامزی است اپر اولین بار قلب خون پمپ میکنه اینه پس بگذارم به سرش سعی کنین قلب خون پمپ میکنه یعنی بطین چپ خون میده به اورتا یا به اپر اینه به اپر از اپر وقت قلب ما اینجا قرار داره یعنی خون در اپر آمد توسط زینی سه شعبه
یک دو سه براش سفالیک لیف کمان کاروتت و ساب کلاویان که بخیر در هیدونیک ما شما ایران میخوانیم میره به هیدونیک ما اولین تغذیه قلب به هیدونیک است به سر و گردن بعد از او اینمی چیز دور میخوره اینا ببینین اینجا دور میخوره میایه به پایین نامش میشه توراسیک اورتا به خاطر صدر ما تمام ارگان هایی که داخل صدر ما قرار داره توسط توراسیک اورتا ایروا میشه و تعقیبش اینمی چیز شریان از دیافراگم عبور میکنه میره به ابدومن به ناحیه بطن ما نامش میشه ابدومینال اورتا و تمام ناحیه بطن ایروا میکنه همین به می ترتیب وقتی که رفت پایین به ناحیه پلویک میره کامان ایلیاک آرتری میسازه رایت لفت کامان ایلیاک آرتری اکسترنال و اینترنال تمام ارگان های داخلی حوصله را و همچنان فیمورال آرتری میتر به می ترتیب تیبیال و فیبولا رو تا اطراف سفلی ما میره یعنی چی مانا داشت؟ به این مانا بود که قلب اولین بار توسط بطن چپ خون میتر به ابهر و کل جای ما توسط شروع میشه بعدی که اکسیژن بر کل وجود ما رسید دوباره وریدهای قلبی کلش منتهی میشه توسط زینی سکنین نامزی است سوپریر وینا کوا نامزی هم است انفریر وینا کوا اینمی ها خون وریدی اطراف علوی یعنی سوپریر ما را جمع وری میکنه و انفریر وینا کوا خون وریدی قسمت پایینی ما را جمع وری میکنه یعنی خون کاربون دای اکساید داره میاره به کجا؟ اینم این سر شواز کنم شما ببینین به اینجا این کجاست؟ رایت اتریوم است یا ای که عزین راست است خون در عزین راست از کجا میشه از طریق انفریر وینا کوا و همچنان از طریق سوپریر وینا کوا جمع‌آوری شد آورده شد به عزین راست از عزین راست خون چی خون وریدی یعنی خون کاربن دای اکساید دار آمد به عزین راست از عزین راست میاد به بطن راست یعنی به بطن یا بطن راست از بطن راست سعی کنین توسط زینی سوراخ اونجا رو ببینین عین ای ساحه نامزی از پلمونری آرتری پلمونری آرتری خونه میگیره میبره به داخل ششما یک سوال من میتونم در امتحانم از این سوال بیارم بگویم نامزینی چرا پلمونری آرتری است نامش باید پلمونری واین می بود چون خون وریدی داره ما گفتیم شریان ها خون پاک داره و ورید ها خون ناپاک یعنی کاربون دای اکساید دار داره پس چرا نامزی از پلمونری واین خصوصیات عمده در مورد شرائین و وریدهایی است که هر شریان ما اولین حکم ما در مورد شریانهایی است که از مرکز منشأ بگیره به طرف محیط بره یعنی از قلب به طرف اطراف یا محیط بره و وریدها اولین حکم ما است که از طرف محیط یا اطراف ما خون جمع آوری کنه به طرف مرکز بیاره پس به این خاطر است که نام زینی است شریان پلمونری آرتری این که در بینش خون پاک است یا ناپاک است این حالت دومش است این یک استثناء است ولی در حقیقت بر ما حالت اولش عمده است که از قلب منشأ میگیره به طرف محیط میره پس نامزینی است پلمونری آرتری پلمونری آرتری خون از بطن راست گرفت برد از نامش پیداست به پلمونر ما به ششهای ما میبینین اینجا به دو شاخه تقسیم میشه یکیش به طرف رایت لانگ یکی شما به طرف لفت لانگس ما میره یعنی به شش راست شش چپ وقتی به شش راست و چپ ما رفت همین کاربون دای اکساید هم میبره به شش ما میته ما چی میکنیم در شش خود؟ توسط عملی اکسپایریشن اتو که میکنیم یعنی اکسپایریشن است که ما کاربون دای اکساید خارج میکنیم کدام کاربون دای اکساید؟ کاربون دای اکسایدی که در وجود ما تولید شده بعد از او وقتی که شما تنفس میکنین کش میکنین اکسیژن اتو میکنین یعنی اینسپایریشن میکنین در حقیقت شما اکسیژن میگیرین اکسیژن میده به شما توسط اینی چهار عدد میبینین یک دو سه چهار یک دو سه چهار چهار عدد اینجا وریدها قرار داره نامش از پلمونری واینز اولین وریدهایی است که خون پاک داره باز هم میتونم سوال کنم که چرا نام زیر شریان نمانیم چون خون پاک اکسیژن دار داره به خاطر که از شش به قلب میآید از محیط به مرکز میآید نامش هست وریدها بعد از اون که در شش ما گفتم که کاربون دای اکساید رفت ما توسط عملی اکسپایریشن خارجش کردیم توسط بعد از اون این چهار عدد وریدها خون پاک اکسیژن از شش ما میگیره و میاره به کجا به طرف بین عزین چپ به طرف لفت اتریوم به طرف عزین چپ بعد از این از عزین چپ کجا میره خون میره به بطن چپ از بطن چپ به کجا میره بیشتر گفتم دیگه
میره توسط ابهر به کل وجود ما توزیع میشه. اینمی سرکولیشن های وجود ماست که هم خون کاربن دای اکساید باید جمع آوری شود و همچنان خون اکسیژن دار به تمام وجود ما برسه. گپ مهم است که وظیفه قلب چی بود؟ وظیفه قلب است که بر تمام وجود ما خون برسانه و خون وقتی که به تمام وجود خون برسانه باید خودش هم خون بگیره. به خاطر ازی اینجا میبینید که شریانک های خرد داره که نامش از کرونری آرتری، این کرونری آرتری ها سبب ایروای خود قلب ما میشه. پس این بود وظایف کلی بر قلب. این حال ما شروع میکنیم در مورد آناتومی قلب. شما اینی که پکار یاد گرفتین که نام زینی باید باشه سوپریر وینا کوا، نام زینی باید باشه انفریر وینا کوا، نام زینی باید باشه چی؟ ابهر یا اورتا. نام زینی باید چی باشه؟ پلمونری آرتری. نامزی است پلمونری آرتری. و به می ترتیب اگر ما این یا را بگیریم چهار عدد، دو دانه ای طرف دو دانه ای طرف، نامزی نیا می باشه پلمونری واینز. وظیفه ایشان چیز آوردن خون از شش ها به طرف قلب، پلمونری واینز. خون پاک داره یا ناپاک؟ طبعا فهمیدین که خون پاک داره دیگه، چون دوزین چپ ما خون باید پاک باشه، در بطن چپ ما خون پاک باشه. به خاطر زمین شما اگر یک اصطلاح را شنیده باشین که به نام ASD Atrial Septal Defect که میگه، اینجا یک دانه سراخه که میباشه، یک فوسا است، اوول فوسا. از هر کس که نمی اوول فوسایش، اوول فورامین بود، سراخ بود، خون کاربون دای اکساید دار با اکسیژن دار تبادله میشه، سبب ایجاد ASD میشه در نزد اطفال که میگن سراخ قلب داره. چی نقص داره؟ به خاطر که اینجا سراخ میباشه در دوران رشحمی، در دوران جنینی، در بین دو اوزین پرده کس سراخ بینشان میباشه. با اولین گیریه یا اولین تنفس طفل وقت تولد میشه این تبدیل میشه به فوسا. هر وقت که باز مان این دو خون دیگه با هم مخلوط میشه. چرا این گپ گفتم؟ به خاطر که شما بفهمین که طرف راست قلب ما خون ناپاک داره، خون کاربن دای اکساید دار داره، و طرف چپ قلب ما خون پاک داره که خون اکسیژن دار میباشه. بیاین ما شروع کنیم در مورد آناتومی قلب که اولین بخش را که ما میخوانیم در آناتومی قلب، ما میخوایم در مورد وجوه قلب صحبت کنم. بیاین اولین وجوه قلب که ما بخونیم، من میگم انتریر سرفیس. این انتریر سرفیس قلب مورد مطالعه قرار میدیم. من نوشته میکنم اینجا تاپیک اول ما است انتریر سرفیس. ساختمانایی که در انتریر سرفیس آف هارت یا قلب ما دیده میشه عبارت از این. سکنین اولین گپ ما انتریر سرفیس. هر سرفیس قلب ما به صورت جداگانه تشریح میکنم. در انتریر سرفیس قلب ببینین ساختمان اول اینه، اینم که پارک میگم من نشته میکنم. یک اینی چه میبینین؟ یک دانه گروو است، یک دانه میزابه است. ای کدام بطن است؟ لفت، left ventricle. این کدام است؟ right ventricle. right left ventricle. پس در بین دو دانه ventricle یک دانه groove است. اینه میره میخوایم بگویم، من میگم anterior intra ventricle groove، anterior intra ventricle groove. درز که یا ساختمان جوی ماننده که در بین دو دانه ventricle قرار داره که در بینش میبینین شیریان و ورید امنامش قرار داره. در بینش چیز anterior intra ventricle artery و anterior intra ventricle vein که در حقیقت اینه میام آرتریام از left coronary artery را شعبش میبود. الحمدلله خوب باشین. من نشته میکنم ساختمان اول anterior intra ventricle groove. در بین anterior intra ventricle groove بود شیریان و ورید همنامش، شیریان و ورید همنامش ای در بینش قرار داشت. به می ترتیب ساختمان های زیاد است. پس من فکر میکنم اگر من ایده ادامه بتم حجم ویدیو بسیار زیاد میشه. پس در ویدیو بعدی من شروع میکنم از وجوه قلب، انتریرش، پاستریرش، دیافراگماتیک سرفیسش، لیترال سرفیسش، تمام گیشه انشاءالله میخوانیم. موفق باشین.